پیشرفت چشمگیر تکنولوژی در سالهای اخیر زندگی بشر را دگرگون کرده است. در این میان چاپگرهای سه‌بعدی به یاری جراحان و سرطانشناسان آمده اند تا به آنها در شبیه سازی درمان تومورهای مغزی و آزمایش داروهای تهاجمی با دقت بالا کمک کنند. جمعی از متخصصان اسرائیلی در دانشگاه تل‌آویو با بهره برداری از این روش توانستند تومورهای مغزی را در مقیاس واقعی و با بافتی مشابه شبیه سازی کرده و روش‌های از بین بردن آنها را بدون آسیب رساندن به بافت میزبان بررسی کنند. تکنیکی که به گفته بسیاری از نشریات معتبر پزشکی میتواند به انقلابی در جراحی‌های توموگرافی حساس و بافت نرم تبدیل شود. پروفسور رونیت ساتیفینارو، سرپرست این پروژه و تیم او، برای شبیه سازی این تومورها در چاپگر سه‌بعدی از مایعی که از سلول‌ها و غده سرطانی بیمار تولید شده به جای جوهر این پرینترها استفاده می‌کنند. ما موفق شدیم از طریق چاپگر سه‌بعدی غده سرطانی مغز را با تمام رگ‌های خونی آن که ما آنها را وارد غده کرده ایم چاپ کنیم و از این طریق ما نه تنها می توانیم چند داروی شناخته شده را بر روی غده آزمایش کنیم، بلکه می توانیم داروهای تازه‌ای را که یا هنوز استفاده نشده و یا در آینده ساخته خواهد شد را مورد آزمایش قرار دهیم. این در حقیقت یک وسیله ساخت داروی سرطان است. این قسمتی از یک غده سرطانی یک بیماری هستش که روز گذشته سلول‌های سرطانی از سر او گرفته شده و به وسیله این چاپگر سه‌بعدی در اینجا چاپ شده و اکنون دانشمندان می بدون اینکه برای بیمار عوارض جانبی به دنبال داشته باشه گونه های داروهای مختلف را بر روی این غده سرطانی امتحان کنند. به گفته دانشمندان استفاده از این چاپگرها ظرف 2 سال آینده در بیمارستان های اسرائیل آغاز شده و پزشکان اونکولوژیست خواهند توانست اثر بخشی داروهای گوناگونی را پیش از آزمایش بر روی بیمار بر مدل چاپ شده تومور امتحان کنند. پروفسور فینارو امیدوار است که در آینده این نزدیک علاوه بر تومورهای مغزی از این روش در درمان سرطان پوست، پستان و ریه هم استفاده شود. او حتی میگوید نتایج تحقیقات تیم او به ایران هم رسیده. من می توانم خیلی سربسته به شما بگویم که پزشکان و حتی بیماران ایرانی از طریق تلفن با ما تماس گرفتند و ما هم اطلاعاتی از این پژوهش را به آنها داده ایم. تحقیقات این دانشمندان یک گام دیگر بشر را به درمان سرطان نزدیک کرده است. باریکه امیدی در چشمان هزاران بیماری که هر روز با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند. بابک اسحاقی، اسرائیل.